خانم سپانلو، اگه یه سلام علیکی با بچه های شنونده بکنید میریم سراغ ادامه برنامه. حتما سلام به همه دوستان عزیز و شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر کجایی که هستید خوش و خرم باشین و خیلی خوشحالم که الان با شما هستم. مرسی، ممنون. من خودم بایوگرافی شما رو نگفتم آقای شروع، گفتم که خودتون شروع بکنید، یه صحبتی داشته باشید، خودتون راجع به خودتون بیشتر معرفی بکنید، یکم راجع به گذشتتون، اینکه کجا به دنیا اومدید، کی به دنیا اومدید، این دوران بچگیتون چجوری گذشت، کلا یه بایوگرافی از خودتون. باش، من در تهران به دنیا اومدم و تا اواسط جنگ تا حدود 12 سالم بود که از ایران اومدم و ما بعد از اینکه اروپا زندگی کردیم حدود 6-7 ماه اومدیم به لس آنجلس و در حقیقت اینجا دبیرستان رو شروع کردم و وقتی که توی دبیرستان بودم خیلی تو کارهای تئاتر و موزیک و اینجور چیزا کور، گروه کور بودم، خلاصه همیشه کارهای هنری رو خیلی دوست داشتم و بعد از اون وقتی هم که بچه بودم در ایران، چون پدر مادرم دوتایشون شاعر نویسندن، خب اصلا توی محیطی بزرگ شدم که همه دوستان اهل هنر دور بر ما بودن و به همه زندگی من پر از کارهای هنری بود. بله، کار هنری که برای همینم خیلی دوست دارم کارهای هنری رو. خلاصه بعد از به اصطلاح های سکول رفتم به دانشگاه UCLA و اونجا لیسانسم رو در جامعه شناسی گرفتم، ولی خب توی دانشگاه هم که بودم کارهای هنری میکردم، تو تئاتر هم بودم، ولی خب خوندن رو از همه چی بیشتر دوست داشتم، همیشه هم دلم میخواست به صورت حرفه‌ای کار بکنم، کار موزیک. بعد درست وقتی که فارغ التحصیل شدم از UCLA در یک مهمونی با دو تا خانوم آشنا شدم که اونا دخترای گروه سیلویت بودن، سیلویت اول، و اونجا اونا فهمیدن که من آواز میخونم و اینا، خیلی با هم دوست شدیم و از من خواهش کردن که بیام و با آقای شهبال شهپره و فرزین فرهادی که این گروه رو اون موقع داشتن تشکیل میدادن صحبت بکنم. این حدود مثلا 13 سال پیشه و هنوز اصلا سیلویتی در کار نبود، ولی من رفتم و به چند تا از ترک های آلبوم گوش کردم، از جمله آهنگ خورشید خانم و چند تای دیگه، و خیلی خوشم اومد از تیپ کار، خیلی متفاوت بود برام و به نظر اون موقع اصلا یه چیز متفاوت بود بین آهنگایی که ایرانی که میشنیدم. خلاصه خیلی خوب بود، منم شدم سومین فرد گروه سیلویت و با همدیگه شروع کردیم کار کردن. یه نوار دادیم بیرون، یه سیدی دادیم بیرون به اسم آباتش و خاک و با همدیگه تور گذاشتیم و سفر رفتیم و کنسرت دادیم و این حرفا. بعد از 2 سال من دیگه حس میکردم که اون جهتی که داره گروه میره یا موزیک ما داره میره اون چیزی نیست که من میخوام برای آلبوم دوم که میخواستن روش کار کنن، رو سیدی دوم. و دیگه با کمال احترام و دوستی من گفتم من دیگه میخوام راه خودم برم. پس جدا شدید از گروه اونجا؟ بله، اون موقع جدا شدم از گروه، ولی گروه هنوز کارش ادامه داشت. گروه دیگه با اون دختره، نه اون دختره اون موقع با مهرانا و شراره کار میکردم که اونام دیگه بعد از چند ماه بعد از اینکه من رفتم اونا هم راه خودشون رفتن، که دیگه بعد از ما یه گروه کاملا جدید با 3 تا خانم جدید ولی با اسم سیلوه تشکیل شد. درست. و مثل که دیگه بعد از ما چندین سیلویت مختلف هم اومده، ولی سیلویت اول شما بودی. بله ما سیلویت اول. بعد دیگه بعد از اون، بعد از یه سال آلبوم مستقل خودم رو تهیه کردم به اسم قصه ما که آهنگایی مثلا میرداماد، اعتراض، اینا خیلی گل کردش وقتی که این آلبوم در اومد. حدود سال 2001 بود و خیلی استقبال شد از کارم و خودم، یعنی درست اون تیپ آهنگا و شعرهایی بود که من دوست داشتم بخونم. و بعد از اونم که دیگه بعد از 2-3 سال آلبوم 1001 شب رو با شرکت آونگ تهیه کردیم
و خب ویدیو اینا پخش شد و اینا، چند تا کنسرت کوچیک داشتم با اون صورت فعالیت این روی صحنه زیاد اجرا نکردم آهنگا رو متاسفانه، یه مقدار خب درگیری خانوادگی و اینا، بعد بچه دار شدم اون موقع که دیگه حدود 3-4 سالیه که من الان در حقیقت بیشتر کارهای خونه رو انجام میدم و خیلی خونه نشین بودم. البته تو این 3-4 سالم مثلا یه آلبوم مستقل به اسم تو که آلبوم بین المللیه به 3 زبان مختلف توش آهنگ خوندم، به فرانسه و انگلیسی و فارسی، اون رو هم روانه بازار کردم و پخش شد. یه مقدار بعد از یه 5 سالی غیبت که تقریبا 4-5 سال. بله بله. اما مثلا علتشو بپرسم که خودتون گفتید دیگه که خانواده و بچه دار شدن و... آره یعنی واقعا دارم، خب دو تا بچه کوچیک دارم و خب وقتی مثلا حدود 4 سال با هم فاصله سنی دارن واقعا خب سخت آدم هم بتونه به کار هنریش به صورت جدی برسه هم بتونه به کار خونه برسه، ولی الان که خب یه خورده بزرگ شدن، مثلا الان کوچوله بودن 2 سالشه، حس میکنم که دستوارم بازتره و کمکم دارم تو خونه، واسه همین به صورت جدی دو مرتبه فعالیتم رو شروع کردم و اتفاقا فکر میکنم این چند سالی هم که به اون صورت کار نمیکردم اتفاقا یه تحولی در من اتفاق افتاد. یعنی هم اعتماد به نفس خود به خودم خیلی بیشتر شد، حس میکنم صدام پخته تر شده. یعنی تو این آلبوم جدید یک روز فکر میکنی این مادر شدن هم تأثیری داشته باشه رو کاراتون؟ یعنی این حس مادر به نظر من آره، برای اینکه یه ترسی رو که من همیشه داشتم از این کار فعالیت هنری، اینو این ترس رو گرفت از من. یعنی نمیدونم چی بود، یعنی حالتی بود که مثلا من برام سخت بود که حتی مثلا تلفن رو بردارم زنگ بزنم به یه نفر بگم مثلا راجبه بیایم با هم مثلا بیایم با هم دیگه کار کنیم روی آهنگی، یا مثلا با کمپانی‌ها تماس بگیرم، یا اینکه قشنگ حرف خودمو بزنم که چه حسی دارم نسبت به چیزای مختلف. نمیدونم چرا از این تجربه مادر شدن و مادر بودن آدم رو یه حالتی میکنه که دیگه ترسی شما از چیزی ندارین، یعنی انقدر سخته که کار دیگه خیلی آسان‌تره. بله. بعد از این غیبت و برگشتنتون هم همونطور که گفتید آلبوم تو رو روانه بازار کردید. توی این آلبوم به 3 زبان مختلف اجرا کردید، یه حالت بین المللی تری داشتش. درست. علت این اجراها به زبانهای مختلف چی بود؟ پشتش مثلا دلیل خاصی بود یا همینطور کارش پیش اومد گفتید که یه کاری هم اجرا بکنید؟ نه من دلیل خاصی واقعا نداشت، ولی خب من با یه تهیه کننده و موزیسین ایتالیایی آشنا شدم به اسم جرام بریکس. من میگم سالهای سال در آمریکا زندگی کردم و بزرگ شدم و همچنین زبان فرانسه هم خیلی دوست دارم و یعنی این ایده سرمون زد که خب بیاییم یک کاری بکنیم که به زبانهای مختلف بخونیم، اون که بک‌گراند به اروپایی رو داره و منم این علاقه رو داشتم و واقعا یعنی رو خودم نمیخوام هیچ محدودیتی بذارم و فکر کردم شاید مردمم لذت ببرن از این آهنگا، برای اینکه این آهنگای فیوژن از سازای و صداهای غربی و شرقی به نظر من بعضی از ترک‌ها واقعا خیلی خوشگل شده و متاسفانه نتونستم اونجوری که باید اینو معرفی بکنم به دوستان، چون میگم وقتشو نداشتم و نشد، یعنی واقعا متاسفانه، ولی امیدوارم که بتونم این آلبوم رو دو مرتبه از طریق یک کمپانی معتبر دیستریبیوت بکنم و پخشش بکنم. اینو دارم روش کار میکنم. فقط نگران این نبودید که مثلا بعد از 5 سال غیبتی که داشتید یه مدتی که نبودید حالا که برمیگردید یکم کارهای خارجی یا به زبانهای دیگه توی آلبوم قاطی کردید اون بول مرو مارکت ایرانی رو از دست بدید یا مثلا توش طرفداراتون ناراحت بشه؟ برای همینم زیاد میگم زیاد اینو من معرفی نکردم به عنوان آلبوم مثلا کامبک من. میدونین این یه چیزی بود که من برای دل خودم تو این چند ساله باهارم مثلا 2 سالی ما روش کار میکردیم، یعنی هی وای میسادیم یه زمان میگذشت و مثلا میرفتیم روی آهنگ دیگه کار میکردیم. واقعا اون چیزی نبود که بگم حالا من بعد از مثلا آلبوم 1001 شب با این آلبوم برگشتم. من میخواستم بیشتر این آلبوم جدیدم یک روز آلبومی باشه که در حقیقت کامبک آلبوم من هستش و بگم حالا من برگشتم.
و واقعا هم خیلی راضیم از اون جوری که این آلبوم جدید در اومده. درست.